حدود یک دهه بعد از پخش سریال شهزاد در ایران، حالا در ترکیه نسخه ای از این سریال محبوب ایرانی در حال تولیده. شروع فیلمبرداری نسخه ترکیه‌ای و انتشار اولین تصاویر از گریم و لباس و تمرین بازیگران واکنش‌های زیادی به همراه داشت. علی نصریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی و پریناز ایزدیار بازیگران اصلی این سریال بودند. ترانه علیدوستی بازیگر نقش شهرزاد پس از همراهی با اعتراضات سراسری مدتی بازداشت شد و در حال حاضر هم ممنوع از کاره. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه با ما همراه شد. آقای مصلح، سریال قابل توجهی بود در ایران، میشه انتظار داشت با سناریو در ترکیه هم محبوب بشه؟ بله، خیلی نکته جالب اینه که اون خط داستانی که منتشر کردن رسانه‌های ترکیه درباره این نسخه ترکی خیلی شبیه، یعنی میشه گفت حتی تقریبا مشابه فصل یک نسخه ایرانیه. و نکته جالب‌تر اینه که حتی اسم کاراکترها رو هم نگه داشتن، یعنی شهرزاد شهرزاد، همچنان فرهاد فرهاده، و حتی برای کاراکتری که آقای نصیریان بازی میکرد، بزرگ آقا، معادل ترکیش بویوک بی رو انتخاب کردن. خب این نکته جالبیه، یه مقدارش هم میتونه نزدیک فرهنگی باشه. نکته بعدی اینه که در واقع میتونم بگم که چند سال پیش، 4 سال پیش فکر میکنم بود، مثلا سریال همگناه که در ایران خیلی گل کرد، ساخته مصطفی کیایی، این بحث مطرح بود که نسخه ترکیش هم ساخته بشه و نمیدونم در نهایت به کجا رسید، فکر کنم منتفی شد. نکته بعدی اینه که همین تازگی در ترکیه یک سریال دیگه ای ساخته شد از یکی از همین شبکه‌های خصوصیشون به اسم نام من فرح، که کاراکتر اصلی ایرانی بود، و در واقع میخوام بگم که یک شباهت‌های فرهنگی باعث میشه که این اتفاق بیفته. و همونطور که شما توی مقدمه گفتید، دقت کنیم ترانه علیدوستی الان ممنوع کار 3-4 فیلم آخرش هم که بازی کرده اصلا اجازه پخش نگرفته، در همین حال یکی از مهمترین آثارش داره در ترکیه بازسازی میشه برای مخاطبین ترکیه و احتمالاً خاورمیانه و کشورهای دیگه. سپاسگزارم از شما علی مصلح، منتقد سینما از ترکیه با ما بودید.